برادر خواهرای عزیز، مهمونای عزیز، هفته های گذشته ما در مورد انسانیت کهنه صحبت کردیم. موضوع هایی بود که مثل که اونجا گفتیم قاتل باش، یادتون هست؟ و همینطور موضوع هایی که هفته گذشته صحبت کردم، خداوند گفته من شمشیر آوردم. موضوع های خیلی و کلام های خیلی به هر حال میگم که قوی هستن و بعضی وقت زمانی که روبه روی خدا میشیم و این کلام ها رو میشنویم یه جوری میترسیم. ما فکر میکنیم الان وای بر ما چه اتفاقاتی در زندگیمون میافته. فقط باید ببینیم که این تمام موضوعی که خداوند با کلیسای آلفا اومگا صحبت میکنه و کلیسای ما الان به هر حال خیلی ما تعلیمای شنیدیم، خیلی چیزای ما دریافت کردیم، کلیسای هم هستیم که خیلی افرادی هستن الهیات میخونن. فقط خیلی چیزایی هر چقدر ما بخونیم، هر چقدر ما مطالعه کنیم، مهم اینه که یک چیزی باید در ما، در زندگی ما به وجود بیاد که این دوست داریم برحال اراده خدا انجام بشه، درسته یا نه؟ هر چقدر الهیات رو بخونیم آخر میگیم که خدا من اراده تو چیه برای زندگی من؟ اصلا کلن اراده تو کلن چیه؟ نقشه تو چیه؟ و در اول تسالونیک باب 4 آیه 3 میگه که این از اراده خدا، یعنی قدوسیت شما. این از اراده خدا یعنی قدوسیت شما. و این موضوع هایی که ما صحبت کردیم، قاتل باش، قاتل باش یعنی چی بود؟ تمام چیزهایی که انسانیت کهنه، تمام چیزهایی که در زندگی، از زندگی گذشته هنوز در ما اثر میذاره، هنوز تسلط داره، اینا رو باید بکشیم، نه انسان رو بکشیم. و کلام خودم در افسیان نوشته که جنگ ما با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست ها، با قدرت های آسمونی و همینطور هم با این انسانیت کهنه که در ما کار میکنه. و هفته گذشته همین که در مورد شمشیرم که صحبت کردم، کار خدا اینه که به وسیله این شمشیر روح القدس به خاطر آتش هایی که در زندگیمون بیاره ما رو خالص کنه، ما رو آزاد کنه. به این خاطر قدوسیت هدف خداست در زندگی تو و خدا به هر حال از این چیزایی که اجازه میده در زندگی ما اتفاق بیفته استفاده میکنه. خداوند نقشه‌ای برای تک تک شما داره که فراتر از نجات هست. دوباره میگم، خداوند نقشه‌ای برای تک تک ما داره که فراتر از نجات هست. نجات فقط شروع زندگی ماست و بعد از این شروع میکنه خداوند ما را هدایت کنه، روز به روز مقدس زندگی کنیم. هفته گذشتم این دکلامه رو کردیم، ای برادر، او برای ما مبارزه می کند تا ما را برای آنچه که خدا ما را برای آن آفریده برساند، به طوری که هر روز در طبیعت الهی و در پیروزی او زیست کنیم. آمین. یعنی هدف خداست و خدا دوست داره و دعای من در حال کار کردن در زندگی توست. خدا تو رو نجات نمیده بلکه و همینطور هم ول میکنه میذاره، بلکه خدا یک غیرت مخصوصی برای تک تک ما داره. غیرت خیلی بیشتری از ما غیرت برای خدا داشته باشیم. اگر کسی هم این که اینجاست که غیرت برای خدا داره، به خاطر اینکه خدا لمسش کرده، یک ملاقاتی با خدا داشته و این اشتیاق یا این غیرت درونش به وجود آمده. من میخوام امروز یه قسمتی هم از دید خدا نگاه کنیم، چون بعضی وقت ما از راه‌های خدا میترسیم، از درد میترسیم، از چیزایی که تو زندگیمون اتفاق میفته فرار میکنیم. ما فقط میخوایم خدا با پمپه میاد ما رو احاطه کنه، فقط همینطور در آغوش بگیری و اینطوری زندگی کنیم. این خدای ما نیست، این خدای کتاب مقدس نیست. یا نگفته که من پمپه برای شما آوردم، بلکه من شمشیر آوردم. برعکس. فقط چی؟ میتونی اینو بگی؟ چی؟ پمپرز نه؟ بلند
پمپرس هم همینطور. ولی کسانی که تازه ایمان آوردن پمپرس احتیاج دارن. فقط ما باید از دید خدا نگاه کنیم عزیزان. مثل اینکه یک کسی عاشق تو شده و تو هنوز محل نمیذاری. اون واقعا عاشق توست. اون نمیشینه و میگه که باشه، اون منو نمیخواد. اینو منو نمیخواد، مثل اینکه اصلا دوستش نداری. و از زمانی یک کسی غیرت داره، یه عشقی درونش به وجود آمده، واقعا دوستش داره اون شخص رو، سعی میکنه همه کارا رو انجام بده که این زن یا این مرد رو به دست بیاره. و چیزای نه اینطوری تقلبی، دروغ، در راستی اون شخص که روبروست باید بدونه که چه بهایی من پرداخت میکنم که تو رو به دست بیارم. و داستانایی شده که افرادی بودن، زنایی بودن که این مردا رو دوست نداشتن. فیلمایی که من دیده بودم اصلا دوست نداشتم، اونقدر با این غیرتی قدمهایی برداشت، کارهایی کرد که آخر این عشق در اون زن به وجود آمد. و همینطور الان خدای ما این خدایی است، یه غیرت مخصوصی برای تک تک ما داره، خیلی بیشتر از این که ما فکر میکنیم. خدا نمیاد اونجا تو رو نجات بده آخر ولت کنه. ما او رو ول میکنیم و او رو ما رو ول نمیکنه. در اشعای نبی باب 42 آیه 13 اینجا میگه که خداوند مثل جبار بیرون میآید و مانند مرد جنگی غیرت خیش را برمی انگیزاند. فریاد کرده. میتونین اصلا تو بخونی با این؟ خداوند مثل جبار بیرون می آید و مانند مرد جنگی غیرت خیش را برمی انگیزاند. فریاد کرده نعره خواهد زد و بر دشمنان خیش غلبه خواهد نمود. آمین. این خدایی هست که برای تو می جنگه. حتی هم تو گناه زندگی می کنیم، حتی هم که از او دور شدین، با زور تو رو نمیاره، بلکه برای تو می جنگه. همه کارا رو، امکانات رو برای تو فراهم می کنه که یک روز دوباره برگردونه. و همینطور هم در کتاب زکریای نبی باب 1 آیه 14 اصلا میتونی بخونی؟ پس فرشته‌ای که با من تکلم می‌نمود مرا گفت: ندا کرده بگو یهوه سبایوت چنین می‌گوید، درباره اورشلیم و صهیون غیرت عظیمی دارم، برای صهیون غیرت عظیمی دارم و با غضب سخت برایش غیور هستم. آمین. این اورشلیم همون جایی که است که خدا ساکنه. اورشلیم همین الفا اومگا است. اورشلیم یعنی تو یه قسمتی از خانه خدا هستی. و اینجا میگه که برو به این فرشته، برو ندا کن و به ایشون بگو خداوند یهوه سبایوت، سبایوت یعنی خدای جنگی، جنگجو میگن نه، خدای جنگجو میگوید درباره کلیسای الفا اومگا، یا اسم خودت رو میتونی اینجا بگی، و صهیون غیرت عظیمی دارم. یهوه سبایوت چنین میفرماید، برای صهیون غیرت عظیمی دارم و با غضب سخت برای ایشان غیور هستم. یعنی خدا اینطوری با ما رفتار میکنه عزیزان. خدا تو رو اونقدر احترام میذاره که حتی تو خود خدا، خود عیسی مسیح رو طرد کنی، دور بشی، خدا هنوز از همه چی استفاده میکنه که دوباره تو رو برگردونه. اون خدایی هست که ما میپرستیم. هفته گذشته هم اینطورم این دکلامه رو کردم: همه چیزهایی که خدا در زندگی تو به ارغوان می آورد، یا چی؟ ارمغان می آورد یا اجازه می دهد، هر چیزی که او می خواهد از تو جدا کند و آزاد سازد، به دلیل این هست که بهترینش را به تو ببخشد. باور می کنین؟ و بهترینش یعنی خودش ببخشه.
چیزی بهتری از عیسی مسیح وجود داره؟ چیزی بهتری از خدا وجود داره؟ مرسی که گفتین نه. معمولا باید داد میزدی میگفتی نه، چیزی بهتری وجود نداره جز از عیسی، جز از خدا. تمام گنج‌های آسمون در مسیحه، تمام چیزهایی که جان ما، نفس ما احتیاج داره در مسیحه. چیزی که جان تو احتیاج داره تو هنوز خبر نداری، خود عیسی مسیحه، خود روح خداست. به این خاطر کار خدا اینه که تو رو بترشه، درست کنه، هر چیزایی که از خودش نیست دور کنه که خودش رو به تو ببخشه. و ما اولین آیه که خوندیم، این از اراده خدا، یعنی قدوسیت. قدوسیت یه چیزی نیست که تو بتونی به وجود بیاری، قدوسیت خود عیسی مسیحه. در اول قرنتیان باب 1 اینجا نوشته او برای ما شد نجات، عدالت و قدوسیت. یعنی مسیح در تو قدوسیته و کار خدا اینه که این قدوسیت خودش که خود عیسی مسیح از تو ظاهر کنه. به این خاطر ما رو تو به مشکلای میاره، تو فشارها میاره، تو مسیرهای میذاره که همه چیزایی که از خودش نیست از تو جدا بشه، که این قدوسیت او ظاهر بشه در زندگی ما. آمین. ما با قدرت خودمون هیچ کاری انجام نمیتونیم انجام بدیم. و همینطور هم زمانی که نگاه میکنیم عزیزان، میخوام یه چیزایی شاید یاد بگیریم که زمانی که مخصوصا هم دعا میکنیم واقعا بدونیم که چه دعایی میکنیم. زمانی که ما میگیم روح القدس بیا، یعنی چی میگیم؟ روح قدوس بیا. خب روح قدوس بیا چه کار کنه؟ ما معمولا میگیم که روح القدس، فقط اینم این کلام روح القدس هم اونقدر عادی شده مثل اینکه یه کسی هست میاد اونجا همبال ماست، تقریبا میاد اینجا فقط باید ما رو هدایت کنه، هر چیزی که من نیاز دارم به من ببخشه. به این خاطرم بی احترامی میکنیم دائما. پس زمانی که تو میگی روح قدوس، این قدوس یعنی روح القدس یعنی پاکی مطلق، شفافیت کامل که هیچ گناهی، هیچ ناعدالتی دونه توش نیست. آمین. پس زمانی که میگیم روح القدس بیاد، بیا الان برای چی بیاد؟ هدفش چیه؟ اوکی درسته، کار روح القدس اینه که تسلی بده، کار روح القدس ما رو هدایت کنه، کار روح القدسه که ما رو تعلیم بده، کار روح القدس الان اینجا هست، این موعظه رو که میشنوین، کلام رو میشنوین، برای شما کش کنه، باز کنه، به شرطی که شما بخواین. این روح خداست که زمانی که ما دعا میکنیم روح القدس بیا منو احاطه کن، بیا منو دربر بگیر. و زمانی که ما دعا میکنیم خداوند روح القدس تو بیا منو شبیه مسیح کن، بیا منو تبدیل کن، اون موقع هست که خدا تو رو هدایت میکنه به جاهایی که این شمشیر شروع کنه به کار کردن و تو رو جدا ساختن از این چیزایی که مربوط به مسیح نیست. به این خاطر معمولا ما میگیم که سرودهایی هم که میخونیم روح قدوس خدا بیا با آتشت. خدا رو شکر که خداوند واقعا دعای ما رو بعضی وقت نمیشنوه، تو له میشی، یعنی ما له میشیم با آتشت، یعنی یه آتشی فرو برنده است. ما این سرود خوندیم آتش بیکران، دریای بیکران، دریای خروشان، آتش فروشان، سب کنی یک آتش سوزان نور جاودان. این کجا گذاشتی؟ انداختم پایین. آتش سوزان، این سرود رو ما خوندیم ها. بعضی سرودها من نمیتونستم بخونم، اونقدر حضور خدا قوی بود نتونستم بخونم.
آتش سوزان، نور جاودان، عادل بی نقص، کامل نیکو، دریای بیکران، آبشار خروشان، عظیمترین هستی تو. یعنی این چیزایی که ما گفتیم از تمام چیزا عظیمترین هست. روبروی این خدایی هستیم. برای چی؟ بعد از این میگی با احترام درگاهت آیم، از فیض توست که در پیشگاهت هم به تمام با تمام اشتیاق تو رو میپرستم. عالیه، واقعا عالیه که زمانی که با این حال میایم ببینیم که چه خدایی هست و الان عظیمتر از این کلامایی که ما میگیم، الان آمدم به این خدا به وسیله خون مسیح که وارد شدم او رو بپرستم. چه فیض عظیمی هست. روبروی این خدایی هستیم، خدای قدوس. به این خاطر کار روح القدس عزیزان اینه ما رو به محیط‌هایی ببره، در جاهایی قرار بگیره که درد باشه، ناراحتی باشه، چیزایی در ما که قایم شده ظاهر بشه، آشکار بشه، که آخر از ما بتونه جدا کنه. بدون درد عزیزان نمیتونیم تبدیل بشیم. کار خدا الان در این زمانی که ما زندگی میکنیم اینه که ما را از این ترسای رنج و دردی که در زندگی ما میفته آزاد کنه. از این آزاد کنه یعنی دیگه واقعا بدونیم این جزء زندگی ماست. در دنیا رنج‌های دردهای زیادی هستن که انسان رو نابود میکنن، افسرده میکنن. رنج‌های دردهایی که خدا ما رو هدایت میکنه، ما رو آزاد میکنه. به این خاطر خدا میخواد تشویق کنه نترسین از این آتش. این آتش شما رو ذوب میکنه، آزاد میکنه. و کسانی که از این دردها عبور کردن، صبر کردن، آخرش هم دیدیم چقدر الان از طریق روح، از طریق شناخت خدا پیشرفت کردن، بیشتر با خدا آشنا شدن. آمین. کسی هست که میتونه تجربه کنه، تجربه کرده، میتونه بگه آمین؟ به این خاطر نسیم میتونی این قسمت یعقوب باب 1:4 این کتاب و این قسمت های آیه رو ما خوندیم، دایما هم میخونیم، فقط اصلا متوجه نمیشیم منظور یعقوب اینجا چیه. ای دوستان من، هرگاه دچار آزمایش های گوناگون میشوید بی نهایت شاد باشید، چون میدانید اگر خلوص ایمان شما در آزمایش ثابت شود، بردباری شما بیشتر میشود، و وقتی بردباری شما کامل شود، شما انسانهای کامل و بی نقصی شده و به چیزی محتاج نخواهید بود. آمین. این خود یعقوب در این تجربه ها افتاده بود. خودش از تجربه خودش صحبت میکنه. روح القدس هدایت کرده، گفته ببین شما توی مشکلات گوناگون خواهین افتاد. نه، فکر نکنین این تصادفی بود. فکر نکنین آها الان نمیدونم شیطان آمده کارایی کرد. زندگی ایوب رو که نگاه میکنیم میبینیم چیه. زمانی که تمرکزمون به ایوب، به مشکلایی که قرار گرفته و به دردهایی که او قرار گرفته، به اون نگاه میکنه. دوستاش هم میان بعد بس میکنه. ایوب هم چی میکنه؟ میگه که من ببین درست زندگی کردم، مقصر خداست. چرا خدا اجازه داده اتفاقاتی میفته؟ فقط هیچ کسی متوجه نمیشه قبل از این اتفاقات یک ملاقاتی خدا با شیطان داشت. درسته یا نه؟ شیطان از کجا میای؟ من رفتم اینجا دور کره زمین رو بگردم، گفته دیدی فرزند منو؟ مثل این که چیز میکنه، سیخونک میزنه. دیدی ایوب رو؟ ببین چه چی؟ مثل این که تمرکزش کرده به ایوب. کاش که کمتر تمرکز میکرد. نمیدونم، من فکر میکنم بعد از یه مدت یک نارضایتی الهی به وجود میاد دیگه. میگی که مثل اینکه یه چیزی هست هنوز باید به دست بیاری، هنوز به دست نآوردی. اینم از خداست. میبینی ایوب رو، پسر منو، ببین چقدر در عدالت زندگی میکنه، چقدر مرد درستیه.
همه ما میگفتیم او اشتباه کرده، این کرده، شروع میکنیم تمام چیزها رو چسبوندن. فقط خدا قبل از همه چیز اطلاع داشت، آخر پایان زندگی ایوب رو میدونست. طبق این پایان شروع کرد، گفته که الان شیطان به دستای تو میدم، فقط جانش رو اجازه نداری دست بزنی. برحال نمیخوام بگم الان شما زندگی ایوب رو باید داشته باشین، یعنی ما زندگی ایوب نه، این یک سمبولی از یک چیزی، سمبولی یعنی اتفاقی افتاده، فقط یک چیزی هست که روش خدا رو نشون میده. خدا ما رو باید، ما رو نجات داده، الان ما رو باید از در تنگ، از صلیب خودش عبور کنه اون طرف ملکوت. این سوراخ، از این سوراخ سوزن باید، دروازه کوچیک نخندید، اونقدر ما رو باید بمالونه که هیچ چیزی در ما نمونه که از خودش نباشه. بعد از این، از این سوراخ میتونی وارد بشیم که صلیب مسیحه. آمین. به این خاطر خدا با غیرت برای تو ایستاده، با غیرت روی تو، زندگی تو کار میکنه. هر جایی که قرار گرفتی او آگاه هست. افرادی هم که من باور میکنم، افرادی هم هستن که خدا رو ترک کردن، الان تو گناه زندگی میکنن، خدا هم حتی اونجاست. اونجاست منظوری نیست که گناه، منظور اینه که اون حضور داره، اون در جریانه. الان اون شخصی که تو گناه زندگی میکنه متاسفانه تو هلکت زندگی میکنه، هیچ آرامشی نداره، شهوت وارد شهوتهای دنیا شده، فقط هیچ حیاتی توش نیست، هیچ نوری نیست، افسردگی مطلق، شبانی میتونه بخوابه، با نگرانی، با افسردگی. بعضی هستن همینطور هفته گذشته گفتن که این اونقدر خالی میشن، یه چیزی دیگه باید وردارن، بعد از این وارد الکل میشن و وارد مواد مخدر میشن دوباره. مسیحی ها، خدا حتی مطمئن هستم با غیرت دنبال این افرادی هست که دوباره برگردونه. به این خاطر خداوند نگفته 99 تا گوسفند رو اینجا گذاشته دنبال یک نفری رفته، یعنی منظور اینه که خدا میره، فقط زمانی که میخواد برگردونه. اینجا نگفته که برمیداره با زور میذاره روی دوشش برمیگردونه، بگه که همینطور که هر کسی توبه میکنه، بازگشت میکنه، به شناخت گناهش میرسه و پیش خداوند میگه گناه کردم و من تو رو ترک کردم، اون موقع هست که عیسی مسیح دوباره برمیداره و برمیگردونه. آمین. من میخوام یک تصویر درست عزیزان از خدای ما، از عیسی مسیح داشته باشیم، که فکر نکنیم از هر جایی که شما قرار گرفتین فکر کنین الان شیطان در کاره و خدا تو رو ترک کرده. من از سالهاست هیچ موقع این کلام رو اعلام نکردم، خدا من رو ترک کردی. ما میتونیم بگیم خدا کجا هستی؟ من تو رو حس نمی کنم، یعنی خدا این چیزها رو ما میتونیم الان زمانی که توی تنگی ها میفتیم، فقط ما مطمئن، یعنی باید مطمئن باشیم که خدا با ما میره. و مخصوصا کسانی که واقعا با خدا میخوان زندگی کنن، مخصوصا کسانی که واقعا میخوان تبدیل بشن، بیشتر توی مشکلات میفتن. باور میکنین؟ زمانی میگم خداوند الان میخوام بیشتر تو رو بشناسم، میخوام با تو واقعا راه برم، میخوام تبدیل بشم و واقعا با آگاهی میگم یعنی میدونم که زمانی که این دعا رو کردم، میدونم مشکل روبروی مشکلهایی خواهم شد، احساس تنهایی خواهم کرد، هوشم رو از دست خواهم داد، ضعیف خواهم شد، مریض خواهم شد، یا میتونم بشم. من منظوری نیست که الان خدا فقط یک راهی داره، نه، خدا راهی مختلف برای تک تک ما داره. به این خاطر همون سرودی که من الان هم خوندیم که مزمور 23، و به خاطر الان نیکتوری نگاه کنیم، مزمور 23 فقط آیه 3 و 4 رو میخونم.
و به خاطر نام خود به راه‌های عدالت هدایت هم می‌نمایی. میتونین بعدیش دیگه علی رضا بعدیش گود. حالا من میخونم به خاطر نام خود، نام خود نه نام من، به راه‌های عدالت هدایت هم میکنه. به راه‌های عدالت منو هدایت میکنه، یعنی خداست که میگه که الان اسم منو تو داری و الان در راه عدالت، در راه راستی منو تو منو من تو رو هدایت میکنم. و اون بعد از این میاد چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهند داد. آمده یا و به خاطر نام خود، عیسی مسیح به خاطر نام خود تو رو هدایت میکنه، نه به خاطر خواستای خودت و انگیزه های خودت و هرچی، به خاطر نام خود به راه های عدالت هدایت میکنه. به راه های عدالت یعنی بتونی بگی به راه های قدوسیت هدایت میکنه، که در مسیح، در شخصیت، در اخلاق شبیه مسیح بشیم. آمین. راه‌های عدالت هدایت میکنه. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، این چون یعنی تو باید بری، نگفته که هیچ موقع بعضی وقت اگر کسانی اینجا هستن، نه، تو باید در این سایه موت، سایه وادی سایه موت. سایه موت چی نشون میده؟ مرگ، تاریکی، هیچ چیزی نمیفهمی، کجا قرار گرفتی؟ آیا کسانی هستن که الان نمیدونن خدا چه کاری میکنه در زندگیش؟ خیلی کم. بقیه میدونی شما چی میکنه؟ خدا رو شکر. تبریک میگم به شما عزیزان، میتونیم بریم. در مشکلاتی که افتادین، فشارهای آمدن، مریض هستی، هیچ چیزی نمیفهمی، برادر خواهرای به تو توهین کردن، نمیدونم هزار تا چیزایی از دور و بر تو، به هر حال مشکلاتی هست، پول تو دزدیدن، یه چیزی رو گم کردی، جوب ستر به تو پول نداده، رد شدی، رفتی دادگاه رد شدی، خیلی چیزایی هستن. سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید زیرا تو هستی. تو با من هستی، غیرت خداست، من با تو هستم. پس زمانی که تو هر جایی که تو قرار گرفتی، او اونجا هست. دردهایی که اونجا میکشی، او میفهمه، درک میکنه و تحمل میکنه و همینطور هم با غیرت برای تو ایستاده که از این عبور کنه، عبور کنی. و اینجا میگه عصا و چوب دستی تو تسلی خواهم داد. بعد از این میگه که و جلوی دشمنای تو یک میزی آماده کردم، پیاله تو لبریز خواهد شد. پس میبینیم که خدا هیچ موقع نمیدوه، راه میره. ما هم احتیاج نیست بدویم. تو نمیتونی قدوسیت تو با قدرت خودت انجام بدی. بعد از یک سال من باید این باشه؟ نه، تو راه برو. خداوند همینطور هم به ابراهیم هم گفته، کنار من، در جلوی من راه برو. آلمانی میگن وندل. وندل میشه نه پیاده روی، نه اینطوری الان. راه برو با آگاهی، تو راه برو و بدون که او حضور او تو رو هدایت میکنه.
وندل فومی یعنی یک کسی هست که الان من وندل، من مثل این که پدر آسمونی اینجاست، من با او دست با دست راه میرم. این میشه وندل. یا شپسینگی نیست، قدم زدن، قدم برداشتن با این، با این آگاهی که او کنار منه. این میشه وندل، وندل فور گاد. و اینجاست که ما رو وندن، یعنی ما رو چی؟ قدم با قدم، قدم قدم با قدم تو رو کجا میبره؟ توی کوره آتش. دست دو میگیره عزیزم، تون آتش به تو نمیگه ما میریم تونه تونه آتش. الان اینا بکنه دیگه تو فرار میکنی از او. برمیداره، تسلی میده، بنا میکنه و میگه که باید الان عبور کنیم، چون هدف من اینه که تو رو تقدیس کنم. هدف اینه که تمام چیزایی که در تو چسبیدن از انسانیت کهنه، ذهن، از عادتهای، هر چیزی که در تو قرار بدهده حل بشه، ذوب بشه. آمین. در مزمور 66 آیه 10 تا 12 نسرین الان میخونه. ای خدا، چنان که نقره را در کوره میگذارند تا پاک شود، تو ما را در کوره آزمایش گذاشتی تا پاک شویم. تو ما را در دام گرفتار کردی و بارهای سنگینی را بر دوش ما نهادی. دشمنان ما را بر ما مسلط ساختی و ما از میان آب و آتش عبور نمودیم. اما سرانجام نسرین میدونی اما پس میدونی که از نسرینه بگو. اما سرانجام ما را به جای سبز و خرم بیرون آوردی. قربانی های سوختنی به خانه تو آوردم و نسرهای خود را ادا میکنم. آمین. میتونیم با هم بگیم آمین. آمین. تو مرا در کوره آزمایش گذاشتی تا پاک شوم. تو مرا در دام گرفتار کردی و بارهای سنگینی را بر دوش ما نهادی. این کار هست که خداوند انجام میده، باری میذاره. یه کسی که میخواد ورزش بکنه یه باری باید ورداره. یکی 10 سالم 2 کیلو رو ورداری، این عضلات همینطور میمونن، درسته؟ 2 کیلو، 10 کیلو، 20 کیلو، 30 کیلو، 40 کیلو، بعد از این یواش یواش هر چقدر با بار زیادتر بشه عضلات ها قوی تر میشن، درسته یا نه؟ و اینجا میگه که خداوند میگه که تو بار سنگین رو ما گذاشتی. عزیزان میخوام آگاه باشین، این خدای ماست. خدا بارهای گناه تو رو ور میداره، فقط یک باری میذاره که تو رو از چیزایی که از تو خبر نداری این ظاهر بشه و آزاد کنه. و همینطور هم میگه که دشمنان و دشمنان ما را بر ما مسلط ساخته و ما از میان آب و آتش، یعنی دشمنای ما الان آلمانی میگه دو هست منشن ایبه اونزاین کپف غیتن لسن، یعنی تقریبا مثل میگه که دشمنان رو مثل یک اسبی برداشتن و روی ما همینچوری حرکت میکردن، یعنی ملح کردن. عزیزان اینم از خداست. خدا اجازه میده الان دشمنم نباشه، حداقل برادر خواهرت هم اینجا میاد روی سر تو هم چی میکنه؟ سواری میکنه. اینم هست. کسی تجربه رو داره؟ من فکر میکنم همه دستاتون باید باز کنی. هیچ کسی بگه که من نکردم پس یا باشه.
میدونی همه چیزایی که هست که خدا اجازه میده، خدا اجازه میده بهترین نزدیکترین دوست بیاد به تو خیانت کنه، چون این قسمتای کوچیکی که هنوز قایم شده اینم بیرون بیاد. نسرین تقریبا یک سال پیش بود، دو سال پیش بود در مورد آینه مگی صحبت کردی. نه، این چیزایی هست که خداوند، ما تو نمیدونی هنوز چقدر چیزایی در تو قایم شده، چه ویروسهایی در تو وجود داره، و خدا میدونه که کی رو استفاده کنه که این ویروسهای تو رو بیرون بیاره. دیروز من اینجا بودم، اینجا یک کنفرانسی بود، خیلی جالبی برادرم اینطور چیز میکرد، موعظه میکرد، یک داستانی تعریف کرد از کلیسای خودش، خیلی جالب بود برای من. چه زیباست خدای ما. میگه که تو کلیسای خودشونه، توی شتوتگارت، خیلی کلیسای بزرگ، تقریبا 2000-3000 نفر هستن اونجا، و خیلی هستن که از بیبل شوله، از مدرسه کتاب مقدس میان اونجا و میخوان اونجا یه پراکتیکومی بکنن. بعد از این زمانی که میخوان بیان اینجا، میگن که اوکی باشه، یک خدمت روحانی میتونی در این کلیسا برداری که بتونی اونجا یاد بگیری، تجربه کنی. و به گفته یه دختری آمده بود و همینطور گفته که باشه اوکی، من میخوام اینجا یه خدمتی بکنم. بعد از این گفتن که نگاه کردن یه خدمتی وجود نداره جز از یه خدمتی کانون شادی، بچه های دو ساله سه ساله بود. گفتن که فقط این خدمتی هست. گفته نه، اصلا من بچه ها چیز نمی کنم، اصلا من نمیتونم و این خدمت رو نمیدونم. گفته که دیگه کاری وجود، خدمتی دیگه وجود نداره، یا میخوای یا نمیخوای، من فقط اگه میخوای در این کلیسا بمونی پس باید بری اونجا. اونم با نق زدن، ناراحت شدن رفت. گفته که اولین جلسه که با ناراحتی هم رفت اونجا. خودمون شبانم گفته که ما خدمتی دیگه هم نداشتیم که اصلا بگیم اصلا برو این خدمت رو انجام بده. گفته با زور گفته باشه که من میرم اونجا. بایستی میرفت دیگه، مدرسه کتاب مقدس رو خونده، الان باید اطاعت کنه. برحال گفت اولین جلسه رفت اونجا و کانون شادی دو سال سه ساله تقریبا 50 تا بچه هستن، با تقریبا یه 15 تا 20 تا چیز خادم. گفته اونجا رفت، اونجا یه جوری با غر کردن اونجا یه نشست. گفته یه بچه کوچیک دو ساله آمد، او رو در آغوش گرفت و همینطورم نوازش کرد، به بهش گفته که ich hab dich lieb، من تو را دوست دارم. این دختر نشسته بود روی زمین، این بچه آمد اینطوری چیز کرد، نوازش کرد و گفته که ich hab dich lieb. این دختر شروع کرد زار زار گریه کردن، یعنی اینطوری گریه کرد که تمام جلسه هم به هم خود، بچه ها خادمین هم آمدن او رو برداشتن و بردن. هیچ کسی نمیدونست که این دختر در سن 2-3 سالگی 4 سالگی یک ترامایی داشت، یک تجربه تلخی داشته که اینجا مونده بود. و چطور خدا از یک دختر 2 ساله استفاده کرد که رفت اونجا، فقط او رو نوازش کرد، گفته ich hab dich lieb. مثل اینکه خدا از این طریق این تمام غم، تمام خاطرات بد و هر چیزی که این دختر درونش قایم داشت، همه چی رو ریخت و این دختر آزاد شد. الان یکی از مهمترین خادم در این کلیسا بین بچه ها خدمت میکنه، جایی که اصلا خودش فرار میکرد. خیلی جالب بود، من اونجا نشسته بودم گفتم خدا من چه خدایی هستی. خود پاستورم گفته من اطلاعی نداشتم این دختر الان چه چیزی دو قلبشه، بعد خداست میدونه. و این دختر باید سی اطاعت میکرد و این شبانم میخواست یه خدمتی بگه، فقط خدمتی نبود، یعنی مثل خدا همه درا رو بسته فقط یه دونه خدمت، چون خدا میگه من باید برم اونجا از یک نه شبانی نه از یک خادمی بلکه از یه دختر 2 ساله من او رو نجات میدم، نجات یعنی شفا میدم. این خدای ماست عزیزان. به این خاطر میگه که
تو ما رو آزمایش کردی و اجازه دادی اتفاقی در ما بیفته. اما که نسین میگه، کلیسا میگه اما. بعد از این سرانجام ما را به جای سبز و خرم آوردی. خرم آوردی. بعد از این میگه شروع میکنه به پرستش کردن. قربانی های سوخته برای تو میارم. شروع میکنه به پرستش کردن. چون گفته که الان این اتفاقاتی در زندگی من افتاده، آخر به برکت تمام شد. به این خاطر شروع میکنه به پرستش کردن، شکر گذاری کردن. به این خاطر همینطور در اشعای نبی باب 43 آیه 2 و تا 3 میگه چون از آبها بگذاری من با تو خواهم بود و چون از نهرها عبور نمایی تو را فرو نخواهد گرفت و چون از میان آتش روی سوخته نخواهی شد و شعله اش تو را نخواهد سوزانید، زیرا من یهوه خدای تو و قدوس اسرائیل نجات دهنده تو هستم. و زمانی که میگه که زمانی که تو این آتش میری، منظور اینه که تو باید از این آتش عبور کنی، باید خودتون رو آماده کنین عزیزان. این موعظه اینه که آماده کن. الان در اونجش قرار گرفتی، ادامه بده، دهنتو ببند، خدا رو پرستش کن، میگه مرسی خداوند با غیرت برای من ایستادی در هر جایی که هستم. هنوز نه ایستادی، هنوز یه پازه ای هست، میگه اوکی خداوند من آماده هستم منو ببری، من آماده هستم خداوند این سفر رو با تو بکنم، من سوخته نخواهم شد و همینطورم از آبها بروم و همینطورم غرم نخواهد شد. این چیزایی هست، وعده هایی هست که خداوند به ما بخشیده که چیز نباشیم، ناامید نباشیم در زندگیمون، بدونیم که خداوند با منه، با من راه میره. تنها چیزی که الان باید انجام بدیم واقعا با آگاهی بدونی و باور کنی. زمانی که باور میکنی اون موقع هست که محیط رو عوض میکنی. صبر نکن که احساسی به وجود بیاد بعد از این باور کنی، نه، باور کن که خدا همراه توست، باور کن خدا تو رو دستت گرفته، الان تو آتش هستی، خودش هم در آتشه. در این قسمت ها صحبت خواهیم کرد. به این خاطر همون برادر ما پتروس، در اول پتروس هم که خودش هم از این آتش ها عبور کرده، آتش های جفا بود، به این خاطر در اول پتروس، دوم پتروس هم همینطور هم در این قسمت ها در مورد کوره آتش صحبت میکنه که به هر حال ایماندارا ما اینجا میفتیم. در اول پتروس باب 1 آیه 7 اینجا میگه این امر باید شما را خوشحال کند، گرچه برای زمان کوتاهی شاید لازم باشد که گرفتار درد آزمایش های سخت شوید، چنان که طلای فانی در آتش آزمایش می شود، ایمان شما نیز باید در زحمات امتحان گردد، گرچه ایمان از طلا خیلی گرانبهاتر است، تا در آن روزی که عیسی مسیح ظهور می کند ایمان خالص شما موجب ستایش و جلال و افتخار شما بشود. آمین آمین. به هر حال اینجا دوباره اشاره میکنه به این کوره آتش، به این اثر این آتشه که اینجا میگه چنان که طلا فانی در آتش آزمایش میشود، باید ایمان ما همینطور هم باید از این عبور کنه و هر چیزایی که ناخالصی در ما باید از بین ببره، که یک روز واقعا با شجاعت، با غیرت برای خداوند بایستیم. و زمانی که اینجا خدا هم اونجا ظاهر میشه و میگه که ایمان خالص شما چی موجب ستایش و جلال و افتخار شما باشد بشود، یا این کاری هست که خداوند اینجا به وسیله این آتش و اینجا آتش چنان که طلای فانی در آتش آزمایش می شود، اینجا برحال مقایسه می کنه. طلا یک فلز گرانبها است که می تواند در آتش نرم و ذوب شود، اما نمی سوزد و به خاکستر تبدیل نمی شود، بلکه خالص و خالصتر می شود. آمین.
هر کاری بخونی، هر حرارتی بیاری برای طلا سوخته نمیشه و همینطور تبدیل به خاک نمیشه، بلکه هر چقدر مثل اینکه دشمن سعی کنه هر چقدر آتشش زیاد کنه چیزتر میکنه، خالصتر میکنه. آمین. آتش سعی میکنه تا طلا رو بپیماند، اما آن را حتی خالصتر و زیباتر میکند. و این کاری است که خداوند اینجا انجام میده که آخر این درخشش در تو به وجود بیاد. آمین. و این آتش در ما طوری کار میکنه که هر قسمت هایی که در ما هست، تنبلیه، کسانی که اینجا هستن تنبل هستن، بی اختیار همینطور میشینن، حوصله چیز ندارن، خدا برای تو رو یه جاهایی میبره که این تمام بی‌حوصلگی و تنبلی تو با آتش سوخته بشه. کسانی هستن بی تفاوت هستن، مغرور، شهوت هایی درونش هست، خودخواهی، کسانی هستن که میگم کریتیک چی میشه یه بود؟ انتقاد پذیر نیستن، هی دائما غر میزنن، شکایت میکنن، کسانی هستن که فقط ضربین رو برداشتن افراد رو محکوم میکنن. این تمام چیزهایی هست که زندگیت رو نابود میکنه و فکر میکنی تو عادل هستی، تو فکر میکنی زمانی که گناه دیگران رو میبینی تو الان بهتر هستی. نه، حتی نشون میدی که تو بدتر هستی. برادر آلبرت، من چیزهایی میبینم شما نمیبینین، مثل که کورین، دنبالش نمیرین، افراد گناه میکنن و توی چیز زندگی میکنن، هیچ کاری نمیکنین، گذاشتین همینطور. گفتم از کجا میدونی؟ از کجا میدونی؟ منم کور باشم، نسرینم کور باشه، خدا کور نیست. من اشتباه کنم، نسرین اشتباه کنه، خدا اشتباه نمیکنه، خدا کار خودش انجام میده. من نمیتونم همه شما رو کنترل کنم، بگم که آها خوب نگاه کنم چی کردی چی نکردی چه چیزی کرد. نه، اگه اینطوری بود افسردی میشم. روانی میشم. میرم تیمارستان. چی شده؟ برادر میرد. من سعی کردم همه رو کنترل کنم، فقط هیچ کسی به درد نمیخورد. 20 سال پیش من مریض شدم. مریض خونریزی داشتم. خونریزی داشتم واقعا. معده. چی گفتم؟ خونریزی. خونریزی معده داشتم باشه. یه برادری بود که باش همکاری میکردم. تو گناه اونجا افتاده بود. منم سعی میکردم با قدرت خودم اونجا یه کاری انجام بدم که کلیسا رو محافظت کنم. گفتم برای کلیسا خوب نیست. واقعا درد بود. فقط این درد الهی نبود. درد آلبرت بود. من میخواستم مثل اینکه کلیسا رو نگه دارم. بعد از این همون روزم متوجه شدم یه دردی آمد در معده‌ام. روز به روز ضعیفتر میشدم. بعد از تقریبا یک هفته بود توی خونه پدر مادرم هنوز زندگی میکردم. شب بیدار شدم، همینطور افتادم زمین. دیگه قدرت در من نمود. فقط اونجا گفتم ایسا، یعنی به زبان آلمانی اون موقع، یسوس. هیچ چیزی نبود در من. بعد از این دختر خالم روز بعدش آمده منو برد چیز دکتر و دکتر گفته یک چهارم خونت رو از دست دادی. بعد از این آمدم میدونستم این برادر او این کارو کرد. واقعا او مقصر میدونستم، چون او گناه کرده، در گناه زندگی میکرد. بعد از یک هفته دو هفته بود نمیدونم چقدر، بعد از همینطور در دعا بودم، خدا میگه که تو مقصر هستی، این گناه توست.
تو وارد یه بخشی شدی که اجازه نداشتی، تو بار ورداشتی که بار تو نبود، تو قضاوت کردی، حکم کردی، داوری کردی و فکر میکنی تو باید کلیسا رو نگه داری. نه، مقصر تو بودی. بعد از این حتی رفتم اونجا عذرخواهی کردم، گفتم منو ببخش، من تو رو داوری کردم به خاطر من. میدونستم که نرمال از طریق دنیایی میتونم بگم واقعا مقصر او بود، فقط دید خدا فرق میکنه. و یه چیزایی در من بود که به خدا باید سی ور میداشت و خدا فیض ببخش. واقعا به شما میگم فیض خداست که من الان زنده هستم. دکتر گفته که واقعا به یه جای رسیده بودی که الان میتونستی حتی بمیری. یعنی هیچ واقعا هیچ قدرتی نداشتم ها. یعنی میخواستم برم اینطوری میرفتم. اون موقع متوجه شدم این خون چقدر اهمیت. چیه؟ اهمیت. قبل از این از خون اطلاع نداشتم. یک چهارم خون از من رفته بود، یعنی تقریبا چقدر 2 لیتر بود. اینجاست که خدا ما رو به یه جاهایی میبره که هر چیزایی که درونش هست، هر چیزی که در من، در آلبرت یا در شما حکومت میکنه، میخواد کنترل رو داشته باشه، باید خدا به یه جایی ببره کنترل از دستت برداره که واقعا اطمینان به وجود بیاد. و زمانی که اطمینان به خدا به وجود میاد، اونقدر آزادی عزیزان، اون موقع میگه خداوند کاش که 1 سال، 2 سال، 5 سال پیش میکردی این کارو. 5 سال من کنترل زندگی من و خودم رو برداشتم، الان آزاد شدم، الان اعتماد با تو دارم، الان میتونم واقعا با تو شپاسیرن کنم. شپاسیرن یعنی راه قدم بردارم. هر چیزایی که برای خودخواهی هست، هر تلخی هایی که در ما وجود، هر قسمت هایی که از هنوز نمیتونیم با قلبمون ببخشیم، هر چقدر ترسو هستیم و یا ریاکاری میکنیم، تمام این چیزهایی هست که تو آتش باید ذوب بشه. تو آتش خداوند تو رو ببره که به شناخت خودت برسی. و همینطورم به جای این خداوند برحال امید میبخشه و همینطور تو این آتش های خودش، آتش های روح خودشه که اونجا تو رو قوی میکنه. به این خاطر زمانی که ما دعا میکنیم روح القدس بیا پس و بیا منو تبدیل کن و سرودهای میخونیم، پس با آگاهی بخونیم، میگیم خداوند واقعا نمیخوام بترسم، نمیخوام از مشکل بترسم، نمیخوام از فشارهای این دنیا بترسم، مرسی که تو با من هستی. و آخرین آیه رو بخونیم در اول پتروس باب 5:10 که خیلی جالبه که پتروس شروع میکنه در مورد درد صحبت کردن، نه در مورد رنج صحبت کردن، در مورد جفا صحبت کردن، فقط چون خودش هم تجربه کرده، خودش هم آخرش هم شهید شد، نه فقط برحال ترس نداشت، محکم میدونست. و این آیه آخر به ما امید میبخشه عزیزان که نسی میتونینم خواهش میکنم پس از اندک زمانی رنج و زحمت خدای همه فیضها که شما رو به جلال ابدی خود در مسیح فرا خوانده است، خود شما را احیا، استوار، نیرومند و پایدار خواهد ساخت. او را تا ابدالآباد جلال و توانایی باد. آمین. آمین. دوباره بخونین، از خودتون بخونین. این کلام خداست. الان خدا مثل اینکه برای به تو میخواد بگه. یا هر جایی که الان قرار گرفتی، زمان رنج و درد، این خدای همه فیضها که شما رو به جلال ابدی خود در مسیح فرا خوانده است، خود شما رو احیا، استوار، نیرومند و پایدار خواهد ساخت. او این کار رو خواهد کرد، نه تو. آمین. میتونیم دست بزنیم برای اون عیسی مسیح. چشمان رو ببندین، دعا میخواییم، دعا وقت دعا بذاریم. الان امروز هم توی قلب من بود که برای شما دعا کنیم و همینطورم دستگذاری کنیم. و نه فقط برکت بگیرین، شما برکت یافت هستین. یا فقط الان شاید قسمت اول اینطوری نگاه کنیم که اگه توی درد افتادی، اگه یه جای قرار گرفتی، واقعا توی سایه موت هستی که و اطلاع نداری و نمیدونی کجا هستی و
شاید یه جوری ناامیدی در زندگی تو آمده، شاید خسته شدی، و خدا میخواد امروز تو رو تشویق کنه و میگه که من میخوام تو رو دوباره قوی کنم، من میخوام تو رو احاطه کنم. این قسمت آخره که خودم این آیه رو خواهش میکنم بذار علیرضا، آخرین آیه رو. میخواد احیا کنه، استوار، نیرومند، پایدار، که بتونی بیای جلو و خودت رو بسپاری و باور کنی او با غیرت برای تو ایستاده. شاید شکی آمده، شاید حتی نسبت به خدا یه جوری تلخی در زندگیت آمده که چرا من باید توی مشکلات قرار، چرا چرا چراها. یا کسانی که الان اینجا هستن که شاید از این مشکلای دنیا یا مشکلای کلی اصلا یه جوری فرار میکنن، میخوان همه یک راهی پیدا کنن که از خدا اینطوری فرار کنن، نشنون. خدا میگه که از این آتش ها، از این راه هایی که من تو رو هدایت میکنم، میخوام تو رو آزاد کنم از این ترس. هر ترسی که فکرت رو، قلبت رو فرو گرفته که نمیگذاره تو منو پیروی کنی. بعضی وقت گوشهای تو رو بستی که نمیخوای اصلا بشنوی، اگه بشنوی باید انجام بدی. و خدا میخواد الان مخصوصا در این قسمت ها تو رو آزاد کنه از ترس. شاید توی زندگیت گفتی دیگه اونقدر خسته شدم از این دنیا، اینقدر بدی کشیدم، اونقدر دردهایی در زندگی گذشته کشیدم، دیگه خسته شدم. حق به شما میدم. فقط عیسی مسیح میگه که این راهی که شما رو هدایت میکنم غیر قابل مقایسه است با این دردهای این دنیا. توی این دردها، توی این راهی که من شما رو هدایت میکنم، حتی از این دردهایی که در گذشته کشیده آزاد میکنم. چشماتو ببندین. همینطور خواهرمون آذر هم یک سرودی میخونه. فقط میخوایم الان وقت بذاریم چون روح خدا اینجاست. و بعد از این دعوت میکنم که بیاین جلو. و همینطورش زمانی که میاین جلو با یک قلبی بیاین، نه برکت بگیرم، خدا من احتیاج به لمس تو دارم که تو رو هدایت، تو رو پیروی کنم. و نمیخوام از این آتش بترسم، نمیخوام بترسم چون تو با من هستی. محبوب من بازار
اسیر ظلمت، اسیر گناه و حزین. نه این خواست من نیست، از من مگریز. سویم بیا، به خانم پدر، به خانم ابا، برگرد از این راه خطا. نجاتم بپذیر، ای جان مگریز. حالا میخوام دعوت کنم که اگه خدا با قلب تو صحبت کنه بیا. و دوست دارم، یا خدا دوست داره تو رو با قدرت روح خودش احاطه کنه، توانایی بده، غیرت بده. هر ناامیدی هست ورداره و که بتونی این راه رو ادامه بدی.